موافقم، برای اینکه وقتی ما در باره آزادی بیان حرف میزنیم، در باره آزادی بیان خودمون حرف نمیزنیم، بلکه این حق رو باید برای تمام مخالفان خودمون هم به رسمیت بشناسیم. ولی در مورد اینکه حضور مقامات حکومت ایران در عرصه‌های شبکه‌های مجازی مثبت هست یا نه، من اون این حضور رو کاملا مثبت می‌بینم، برای اینکه معتقدم که قدرت شبکه‌های اجتماعی منجر به این شده که بسیاری از این مقام‌های مسئول شبکه‌های اجتماعی رو به طور جدی رصد بکنن و فعالیت‌ها و پاسخ‌های خودشون رو بر مبنای واکنش‌ها و موج‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه تنظیم بکنن. ما حتی اگر همین مناظرات رو هم نگاه بکنیم، می‌بینیم که بسیاری از نکات که داره در این مناظره‌ها مطرح میشه برآمده از اون چیزهایی هست که در غیبت رسانه‌های مستقل مردم نقش رسانه رو به عهده گرفتن و مطالبه ساختن و پرسش مطرح کردن و حالا اینها داره به نحوی، حالا هر چقدر هم کم رنگ، هر چقدر هم تحت سانسور، ولی به هر حال داره از زبان مقامات مطرح میشه. در نتیجه من این حضور همواره به فال نیک می‌گیرم، چون معتقدم که شبکه‌های اجتماعی و کاربران فعال این شبکه‌ها مهمترین نقششون این هست که مطالبه سازی میکنن، طرح پرسش میکنن و مخاطب خودشون که در درجه اول همین مقامات هستن به پاسخگویی وادار میکنن و این اتفاق بسیار قابل توجه و ارزشمندیه.